فعالان یک سازمان مردم نهاد لبنانی به نام زندگی عشق بازیافت معتقدند که برای حل بحران زباله این کشور باید آگاهی مردم درباره بازیافت افزایش پیدا کند. جزئیات بیشتر در گزارش روزیتا ایران دوست. اینان فعالان سازمان مردم نهاد زندگی عشق بازیافت هستند، نهادی که با دوچرخه های برقی زباله های سطح شهر را به طور تفکیکی از طریق اپلیکیشنی که مردم به آنها اطلاع می دهند از مناظر جمع‌آوری می کنند. پروژه زندگی عشق بازیافت بیشتر درباره افزایش آگاهی عمومی مردم درباره بازیافته. ما از مردم میخوایم که پلاستیک ها، قوطی های فلزی و کاغذ رو در کیسه های جداگان محکم ببندن و دکمه آپشن رو فشار بدن و ما ظرف 30 تا 40 دقیقه زباله ها رو از در خونشون جمع آوری میکنیم. هر خانوار ماهی 4 کیسه مجانی برای تفکیک زباله دریافت میکند. بحران زباله لبنان از سال 2015 با بسته شدن یکی از مراکز اصلی بازیافت زباله در نزدیکی بیروت آن هم بدون هیچ جایگزینی افزایش یافت و حالا بسیاری از ساکنان خسته از زباله های شهری از چنین طرحی استقبال می کنند. ما قبلا بازیافت نمی کردیم، اما از وقتی که بحران زباله شروع شد و نتونستیم حلش کنیم از بازیافت استقبال کردم. کاریه که به کشورم کمک میکنه. این سازمان در حال حاضر برای جمع‌آوری زباله حدود 60 دوچرخه برقی دارد. این دفعه چون همه ساختمون با هم زباله ها رو جمع کرده بودیم و مقدار زباله های بازیافت زیاد بود شخصا آوردمشون، ولی هر بار خود سازمان زندگی عشق بازیافت جمع‌آوری میکنه. بنیانگذار سازمان زندگی عشق بازیافت امیدوار است که مقامات محلی از اقدام این نهاد حمایت کنند. روزیتا ایراندوست، صدای آمریکا.